به صدا ریاضی هستند، عملگرهایی که حالت ریاضیاتی دارن که همین الان در موردشون توضیح دادیم به چه صورتی کار میکنن و به اون ترتیب عملگرها کار میکنن. عملگرهای ریاضی بام بهشون میگیم. بعدی عملگرهای به صلاح مقایسه ای هستن، عملگرهایی که ما اونها رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، مانند مثلا بزرگتر از، کوچکتر از، مساوی با، اینا عملگرهای مقایسه ای هستن، بزرگتر، کوچکتر، کوچکتر، مساوی، فلان، اینها میشن عملگرهای مقایسه ای. و بعدی عملگرهای شرطی هستن. خب پس عملگرهای ریاضی که الان یه مقدار توضیح دادیم، حالا یه مقدار دیگه توضیح میدیم. عملگرهای مثلا equal to، عملگر equal to در واقع همون عملگر مساوی هستش که ما توی مقایسه حالا چند تا پارامتر، چند تا در واقع متغیر، اونها رو باش کار میکنیم. عملگر greater than یعنی بزرگتر از، less than یعنی کوچکتر از، و less than greater than یعنی کوچکتر مساوی، و یا همین صورت. این ها عملگرهای مقایسه ای هستن که ما باشون کار میکنیم. و بعدی هم عملگرهای شرطی هستن، عملگرهای شرطی مانند and، or و if و یا امثال اینها، مانند elif و در واقع اینها هستن که وقتی حالت نارنجی میشن یعنی کدن. البته ما این رنگ، رنگ پیشفرضشه، ما میتونیم تغییرش بدیم. این که نارنجی شد یعنی رنگ کد، پاسخ هم رنگ آبی هستش. خب حالا در مورد عملگرهای ریاضی من یه توضیح بیشتری هم بدم. ببینید ما اگر مثلا بگیم که فرضاً یه حالا حرفی رو میذاریم اینجا، میگیم کیو مساوی است با مثلا عدد 100، درسته؟ خب بعد میگیم حالا مثلا تی هم مساویه با عدد فرضاً 6. خب حالا اگه ما بگیم که اینو برای ما پرینت کنم، خب پس پرینت وقتی ما میگیم یعنی میخوایم اینجا تو پایتون شل به ما نشون بده. خب میگیم پرینت در واقع کیو به اضافه مثلا تی. خب اگر این ارزش بخوایم در واقع میاد اینجا برای ما کاری که انجام میده اینه که در واقع اون دوتا رو با هم دیگه جمع کرده، این 100 به اضافه 6 کرده. حالا اگه همین رو بیایم مثلا بگیم پرینت مثلا کیو ضرب در تی مثلا حالا به اضافه 100، درسته؟ میاد 600 رو به اضافه 100 میکنه، عدد 700 رو میده، متوجه میشین؟ یعنی در واقع اینا به این صورت و اون عملگر رو اون بعدی به ما میده. حالا به این صورت میبینیم که تو پایتون شل ما برمیگردیم. خب پس اینو دقت داشته باشین که ما توی در واقع حالا کد نویسی که جلوتر توی ArcGIS انجام میدیم، پس اینو به این صورت انجام میدیم، به این صورت که اول در واقع متغیرها رو براش تعریف میکنیم و بعد میخوایم که یه عملیاتی رو روی اون متغیرها انجام بده برای ما. حالا ممکنه در واقع این متغیرها مثلا به جای 100 مثلا بگیم فلان لایه رستری رو برای ما، مثلا میگیم کیو مساوی است با مثلا لایه رستری مثلا دم، یا تی لایه رستری مثلا درجه حرارت، دما در واقع، و خیلی از چیزهای دیگه. و اونجا میای میگیم مثلا روی لایه دمای روی لایه دم بیا این کار رو انجام بده. خب پس این از این. و حالا یه چیزی هم که لازم ما اشاره بکنیم و یعنی باید خیلی بهش دقت داشته باشین اینه که توی پایتونی که ما تو ArcGIS کار میکنیم، به کلان تو پایتون در واقع اعداد و خب در واقع نوع اعداد مهمه، اعداد یا اعداد صحیح هن یا اعداد اعشاری هن که اعداد اینتیجر یا اعداد صحیح میشن، و اعداد اعشاری هم که اعداد فلوت میشن. خب حالا اگر ما به عنوان مثال بیایم اینجا بگیم که مثلا پرینت، حالا مثالی که من همش میارم، مثلا پرینت 25 تقسیم بر 25 تقسیم بر 8 بکنیم، خب ببینیم که چه اتفاقی میفته اینجا. خب ببین عدد 3 رو به ما داده،
25 تقسیم بر 8 عدد 3 رو داده. حالا اگر مثلا بیایم همین کار بکنیم، مثلا 25 تقسیم بر 7 بکنیم، خب 25 تقسیم بر 7 مجدد عدد 3 رو ما داده، یعنی در هر دو حالت یک در نظر گرفته، در حالی که این در واقع اومده این اعداد رو به صورت اعداد صحیح در نظر گرفته. خب حالا ما اگه بخوایم تایپش رو در نظر بگیریم، میتونیم تایپ اونجا بزنیم بعد بنویسیم حالا 25. حالا میتونیم توی همین پایتون شل، تو خط فرمان پایتون شل این کار انجام بدیم، تایپ مثلا 25. ببینید اینجا تایپش که ما ازش خواستیم تایپ اینت یا اینتیجر رو به ما داده، یعنی میگه این عدد عدد صحیح هستش، جز اعداد مثلا فلوت نیست. حالا اگه همین رو بیایم به صورت مثلا 25 نقطه صفر، یعنی 25 نمایه صفر بگیریم، اینجا به ما عدد فلوت در واقع حالا تایپ فلوت رو میده، یعنی این عدد عدد به صدا عدد اعشاری یا عدد فلوت هستش. ما خیلی وقتا مثلا ممکنه شما دارید روی لایه رستری کار میکنید، خب مثلا ایروری که خیلی از وقتا مثلا میخوان بعضی در واقع افراد یا بعضی از کاربرها میخوان مثلا یه لایه رستری رو روش کار کنن و میان این لایه رو مثلا تقسیم برای یه لایه دیگه میکنن و خروجی که میگیرن به صورت 0 و 1 هستش، و اینجا در واقع هی با این خطا من زیاد دیدم که الان میپرسن که چرا مثلا خروجی ما به صورت 0 و 1 شده، در حالی که ما میخوایم در واقع از 1 تا مثلا از 0 تا 1 به صورت مثلا اعشاری بده، اما اون لایه رستری تو دو قسمت 0 و 1 قرار میگیره. این به دلیلی که ما باید اینو فلوت در نظر بگیریم. پس در واقع ArcGIS که کدهاش بر اساس پایتون هستش و اکثر آرک تول باکس، اکثر در واقع ابزارهایی که ما تو آرک تول باکس داریم اساس کارشون کد پایتون هستش، اینو ما باید در نظر داشته باشیم که بخوایم یه دستوری اجرا بکنیم باید اینو به صورت پایتون به صورت فلوت اجرا کنیم، یعنی بر اساس پایتون پیش بریم، باید این پیش فرض داشته باشیم که این در واقع باید اینو به صورت فلوت در نظر بگیره که در واقع همچین خطایی توی مثلا کارمون پیش نیاد. حالا گفتیم که اینجا ما در واقع یه عملگر ریاضی رو داریم انجام میدیم، میخوایم مثلا همونو در واقع 28 رو گفتیم تقسیم بر 28 تقسیم بر ببخشید 25 تقسیم بر 7 میکردیم. حالا گفتیم وقتی 25 تقسیم بر 7 میکنیم عدد 3 رو میده، 25 تقسیم بر 8 هم بکنیم عدد 3 رو میدیم، میخوایم عدد یعنی به صورت در واقع به صورت اعشاری بمونه. اینجا ما دو تا کار میتونیم انجام بدیم، یا میگیم 25 ممیز 0 تقسیم بر 7، ببین هیچ فرقی نکرده، فقط یه دونه در واقع ممیز 0 یا نقطه 0 بهش دادیم، همین یعنی بهش فهموندیم که این فلوته، یه جوری اینو به عنوان فلوت تعریف کردیم، درسته؟ خب اگر ما اینو حالا بیایم ران بکنیم، خب ببینیم چه عددی به ما میده. اینجا ببینید به صورت در واقع 3 ممیز مثلا حالا 57 صدام به ما داده، این اومده پس به صورت اعشاری در نظر گرفته، به صورت فلوت در نظر گرفته. یا اینکه میایم به این صورت می نویسیم که فلوت 25 تقسیم بر 7. خب اینو به این صورت اینجا وارد میکنیم، این فلوت 25 تقسیم بر 7، خب ببینیم چه عددی به ما میده. حالا اگه ما اینو ران بکنیم، یعنی مجدد عدد به صورت فلوت در نظر گرفته و عدد در واقع بعد از اعشار رو ما نشون داده.
این در مورد تایپش که من احساس میکنم خیلی توی کارتون به دردتون میخوره، که ما در واقع تو خیلی از جاها باید فلوت یه رستر یا در نظر بگیریم، و به عنوان مثال ما میگیم مثلا عدد کیو مساوی است با مثلا 25 و خب عدد مثلا دبلیو مساوی است با حالا 7. حالا ما اگر بخوایم اینجا پرینت کنیم، این که در واقع فلوت عدد کیو رو تقسیم بر مثلا دبلیو، خب ما میگیم فلوت عدد کیو رو تقسیم بر دبلیو کن، همون کاری که اونجا میکردیم همون کاره، ولی متغیرهای تعریف شده رو براش انجام میدیم دیگه، هر بار نمیایید در واقع. حالا من اینجا عدد مثلا 25، ولی یه وقتایی اینجا یه لایه رستری و یه لایه وکتوریه به جای این، ما نمیتونیم در واقع فقط 25 نیست، مثلا ممکنه یه ماتریس باشه، یه ماتریس باشه ممکنه توش مثلا 1000 تا عدد باشه، خب ما این ماتریس رو کل ماتریس رو تقسیم بر مثلا یه در واقع یه عددی میکنیم یا تقسیم بر یه ماتریس دیگه ای میکنیم، بعد میخوایم دو تا ماتریس روش کار بکنیم، اینجا باید اینو فلوت در نظر بگیریم که جلوتر حالا در موردش بحث میکنیم. خب اینو ما پس میایم این کار رو انجام میدیم، باز همون عدد رو دریافت میکنیم، پس متوجه شدیم چیکار، اینجا این به صورت فلوت کردیم که این، حالا اگر نخواهیم مثلا فلوت رو بنویسیم میتونیم اینجا داخل پرانتز بگیم کیوی ضرب در مثلا 1.0، اگه این کارم بکنیم باز اینو به صورت فلوت در نظر میگیره، یه وقتایی مثلا وقتی به با یه خطایی مواجه میشیم میبینیم که به خاطر اینه میتونیم اون لایه رو ضرب در 1.0 بکنیم که هیچ تغییری نمیکنه، ولی کار ما به اصطلاح راه میفته. این در مورد عملگرهای ریاضی که تا اینجا اینو به اصطلاح تموم میکنیم.